روز اول فروردین ماه خامنه ای طبق معمول هر سال اومد سخنرانی کرد و در مشهد شعار اصلی سال جدید حکومتش رو اعلام کرد که عبارت بود از حمایت از کالای ایرانی. از همون دیروز هم دستگاه تبلیغاتی رژیم کوک شد تا درباره تولید داخلی و ضرورت حمایت از تولید داخلی بنویسن و خلاصه تبلیغات کنن. بله، طبعا اینکه تولید داخلی و صنایع ملی کشور رشد کنه، خب این خیلی حرف خوبیه و اگه محقق بشه که خیلی خوبتره. اما ترس و ناباوری مردم اینه که به تجربه میدونن هر شعاری که خامنه ای اول سال مشخص میکنه دقیقا همون چیزیه که اصلا محقق نمیشه مثل سالهای قبل. به هر حال گزارشی در این مورد تهیه شده که با هم میبینیم. ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون. همون مقداری که جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال، فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب. حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینها تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد. سایت فارسی رادیو فرانسه در تاریخ 5 مهر 96 در گزارشی با اشاره به سخنان محمد شریعت مداری وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت آخوندی نوشت گزارش شده است که حدود 40 میلیارد دلار آن را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند. این کالای قاچاق از کجا وارد کشور می‌شود؟ حسین شاهرودی دبیر وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای آخوندی در مطلبی که خبرگزاری فارس به تاریخ 5 مهر 96 منتشر کرد گفت 90% کالای قاچاق کشور از طریق مناطق آزاد تجاری وارد می شود. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 12 تیر 96 نیز نوشت ایران در حال حاضر 150 گمرک دارد که حجم قابل توجهی از قاچاق کالا به کشور از همین مبادی رسمی صورت می گیرد. بله، با این اوصاف دیگه جایی برای تولید ملی باقی نمیمونه، اون هم وقتی که تقریبا تمام اقتصاد کشور رو رسما و با تمامی گمرکات رسمی و مناطق آزاد تجاریش به واردات کالای قاچاق اختصاص دادن. بله، خب از طرف دیگه وقتی نهادهای مثل بنیاد به اصطلاح مستضعفان و آستان قدس و سپاه پاسداران میان اقتصاد مملکت رو قبضه میکنند، مالیاتی هم نمیدند، واردات هم رسما و قانونا در حجم بالا ادامه میدن، چون یکی از اصلی ترین قاچاقچی های مملکت ما همین سپاه پاسداران است. برادران قاچاقچی میگن. بله، خب طبیعیه که دیگه جایی برای تولید داخلی باقی نمونه. از بدید همینجا باز دوباره نگاهی بکنیم به رهنمودهای وزیر صنعت نفت و معدن و تجارت دولت روحانی که پس از سخنرانی خامنه ای اینطور میگه. اینکه مردم خودشون به صحنه بیان و کالای قاچاق رو مصرف کردن رو مذموم بشمارن و حرام بدونن بر خودشون مصرف کالایی رو که به نوعی دارای شناسنامه معینی برای واردات نیستن، یک قدم بزرگ در حمایت از تولید محصولات ایرانی است. بله، همینطور که میبینید خیلی روشن میگن واردات کالا از خارج ادامه خواهد داشت، اون هم به شکل قاچاق دولتی، یعنی از گمرکات رسمی کشور و مناطق آزاد تجاری. هیچ منعی هم به اصطلاح هیچ منع شرعی هم در کار نخواهد بود. مردم باید خودشون برن کالای داخلی بخرن و روی این مورد هم تعصب داشته باشن. معنی تعصب هم یعنی اینکه با وجود فقر اقتصادی کالای داخلی رو بخرن که مشابه چینیون رو با 1/3 قیمت میتونن بخرن. در هر حال این وضعیت اقتصاد ایران هست. این وسط دولت و نظام هم هیچ وظیفه‌ای ندارن. این شده همون سالی که ولی فقیه ارتجاع اون رو نامگذاری کرده. بله، خب اجازه بدید
همینجا که اینو گفتین، چون صحبت‌های خامنه‌ای به اصطلاح خیلی در فضای مجازی انعکاس پیدا کرد به طرق مختلف، صالح اینجا به ما ملحق میشه تا گزارش بده از فضای مجازی. سلام. سلام میکنم به شما و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان عزیز. همونطور که شما الان گفتید، در فضای مجازی هم کماکان هشتگ حمایت از کالای ایرانی همچنان پرطرفدار، خیلی روش کاربران فضای مجازی هنوز توییت میکنن و در واقع سخنرانی خامنه‌ای در مشهد و همچنین پیام نوروزی که داده بود و این سال رو سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کرده بود، کماکان موضوع مورد بحث است و از جهات مختلف بهش کاربران میپردازند، از جمله با توییت های مثل این که ما از کالای ایرانی حمایت کنیم که تو و برادران قاشاقچی کل بودجه مملکت رو بدین، جنس قاشاق بیارین و سودش هم بریزین به جیباتون، کور خوندی رهبر موقت، دیگه تموم ماجرا، شما به سپاهیه عزیزت بگو از چین واردات نکنن، به دوستاتون بگید پول ملت رو اختلاس نکنن، به سردارهای بازنشستت بگو آلومینیوم و طلا و آهن رو هر روز به یه قیمت نکنن، به دولتت بگو به جای اینکه بیمه رو هر روز گرون کنن از تولیدی ها حمایت کنن، نمیخواد از این اسم‌ها بذاره روی سال. بعد هم گفتن فقط سرنگونی. بعد بعضی از کاربران اشاره کردن به مصرف‌ها یا کالاهایی که خود مقامات حکومت استفاده میکنن، از جمله خودروهای بسیار لوکسی که اغلب مقامات دارن، تصویری هست از وزرای کابینه و همچنین ولایتی و خود خامنه از ماشین‌های غیر ایرانی که استفاده میکنن خودشون، ولی مردم به مردم توصیه میکنن که از کالای ایرانی حمایت کنید. همچنین یک عکسی از حداد عادل هست که داره در فروشگاه‌های انگلستان خرید میکنه که اون هم اینجا در خیلی از هم در کانال های تلگرامی و همچنین در خیلی از اکانت های توییتری روش صحبت شده و گفتن که حمایت از کالای ایرانی توسط حداد عادل پدرزن مشتبه خرید لباس از کشور انگلیس. بعد وقتی یک کاربران این جمله رو گفتن که خامنه‌ای در حال امسال رو سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده که سپاه پاسداران تحت امرش با استفاده از 80 اسکله غیر مجاز سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میکنه. به وضوح میشه دید که این موضوع قاچاق کالا که توسط خود سپاه بیشتر از همه داره در واقع پیش میره و استفاده میشه، کماکان مورد توجه همگان هستش که تناقض جدی داره با جمله یا شعاری که خامنه‌ای برای امسال انتخاب کرده. بعد یک توییت جالبی هست که نوشته سال آخر به فکر حمایت از تولید ملی افتادیم که خب دیر بود، پاسخ به تاریخ سیدعلی خامنه‌ای زمستان 97 لندن. بسیار اشاره طنزگونه جالبی داره توش که در واقع مضمونش این هست که مثلا فرض کنیم که آخر همین سال 97 که خامنه‌ای سرنگون شد به لندن میره، کتاب خاطرات می‌نویسه و اونجا این جمله رو می‌نویسه که خیلی دیر به فکر حمایت از کالای ایرانی افتادیم. بعد باز جمله دیگه ای داریم که یک از کاربران گفته خامنه‌ای میگه اگر همین تعصب که به ریال و قرمز و آبی دارید به اقتصاد ملی داشتید وضعمون خیلی بهتر بود، ما میگیم اگر همین تعصب که به سوریه و عراق و لبنان داشتید به ایران داشتید الان کشورمان گلستان بود. بعد هم یک توییت دیگه داریم که گفتن حمایت از کالای ایرانی فقط مربوط به مردم است، خود محقرالله اشاره است به خامنه‌ای، بر خودروی آلمانی سوار میشن، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامشون یعنی همون شاهرودی برای درمان به آلمان میره، سردار عارف کاپشن نورس فیس میپوشه، دختر مظلوم وزیر هم از چین واردات میکنه و البته برخی مسئولین هم از تریاک افغانستان مصرف میکنن. بله، یکی دیگه هم هستش که میگه امسال کالای تولید ایران بخرید که کارخانه دارهای وابسته به سپاه و دیگر نشینندگان سر سفره انقلاب پولتان را بالا بکشن و حقوق کارگران رو ندن، که باز داره اشاره میکنه به اعتراضات کارگران که در سال گذشته خیلی زیاد شاهدش بودیم که اغلبشون هم به خاطر دریافت نکردن دستمزدهاشون بود که توی خیابون میان و اعتراض میکردن. باز یک توییت طنزگونه‌ای داریم، گفته کالاهای ایرانی در صف تولید انبوه که در واقع اشارهش به شاید تنها کالای ایرانی حکومت آخوندی باشه، یعنی خود موضوع حکومت، یعنی خود آخوندها که در میزان انبوه عمامه ها دیگه داره. بله، خود پارچش از خارج وارد میکنن، ایدئولوژیش بالا داخل خودش، خود این ترکیب در واقع تولید حکومت آخوندی هستش. یکی دیگه هم گفتن که میگویید کالای ایرانی و من یاد نیسان آبی کارخانه زامیات میافتم که قبل از برجام خطش خوابیده بود، چرا؟ چون هنوز در تولید این اتومبیل زشت ابتدایی هم خودکفا نیستیم، کدام کالای ایرانی؟ چوب بستنی هم نمیتوانند تولید کنند. که در همین زمینه هم یک خبری و چند
چندین کاربر توییت کرده بودن یا در کانال تلگرامی گذاشته بودن، خبری که نوشته بود شرایط واردات دستبیر از 4 کشور به گمرکات اعلام شد. یعنی وزیرش نوشتن که حمایت از کدوم کالا ایرانی؟ ما دستبیرم وارداتیه، دستبیرمون هم وارداتیه، یعنی ساده ترین تایید. بله، که توی نمونه های مشابه این داشتیم، حتی نم سنگک و چیزای دیگه که وارد میشه به ایران، خودش نشون دهنده پیشرفت اقتصاد دیره حکومت آخوندی هستش. برخی دیگه هم توییت هایی کرده بودن راجع به موضوعات دیگه‌ای که در سخنرانی خامنه‌ای بهش اشاره کرده بود. از جمله گفته بود که در واقع تو این توییت نوشتن که موقت الله می‌فرمایند، که باز اشاره به خود خامنه‌ای، اینا اسامی و القاب مختلفی که معظم الله رو محقر الله، موقت الله و چیزای شبیه این رو استفاده می‌کنن. میگه موقت الله می‌فرمایند عده‌ای از آزادی موجود سوء استفاده می‌کنند و میگویند آزادی نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر و اندیشه است. هیچ کس به دلیل اینکه مخالف حکومت است مورد فشار قرار نمیگیرد. هر کس چنین ادعایی بکند دروغ گفته است. بعد گفتن پینوش حاضرین شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. یعنی همون لحظه برخوردی که با ضد ولایت فقیه باید انجام بشه رو توی حکومت آخوندی گوش زد کردند. بعد یکی دیگه هم گفته که وقاحت یعنی 2/3 بودجه کشور در اختیار خودت باشد، منظورش خود خامنه‌ایه، و هیچ جا پاسخگو نباشی، باز هم مدعی باشی فلان کار باید بشود، بهمان کار چرا نشده است. این لحن صحبت خامنه‌ایه که هر وقت سخنرانی میکنه و در مورد مشکلات حکومتش صحبت میکنه خودش همیشه اپوزیسیون. آره، ولی همیشه این مسئولینی هستن که باید ظاهرا این کارهای انجام بدن که ولی معلومه که چرا انجام نمیدن و چرا خود خامنه‌ای این کارها رو انجام نمیده. خامنه ای یک جمله دیگر باز گفته بود تو این سخنرانیش، امروز در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی انتخاب وجود دارد. هیچ کس به خاطر اینکه نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تعقیب و فشار قرار نمیگیرد. در همین رابطه پینوکیو اسطوره خالیبندی از دنیای حرفه دروغگویان خداحافظی کرد. یعنی بعد از دروغ به این شاخداری که جلوی تلویزیون و جلوی این جماعت میگه، دیگه حتی پینوکیو هم حرف برای گفتن براش نمیمونه. و اما یک موضوع دیگه که در فضای مجازی این دو روز حداقل کمی جنجال آفرین شد، در واقع کار تبریکی هست که اینستاگرام جماران آی آر که منتسب هست به همون نوه خمینی و همون بنیاد آثار حفظ آثار خمینی، که اومده در واقع بهار رو با این عکس، ببخشید من یه بار دیگه براتون نشون میدم، اومده در واقع بهار رو خواسته تبریک بگه، گفته آمد بهار جانها ای شاخ، ای شاخ در برقصا، ولی عکسی که گذاشته عکس برگ ماریو جاناست، یک در واقع ماده روانگردان هستش که در واقع جزء مواد مخدر محسوب میشه، که بلا فاصله مجبور شدن که این عکس رو بردارن چون با این عکس تبریک گفته بودن، ولی کاربران فضای مجازی اون لحظه رو شکار کردن، لحظه ای که این عکس و این کارت تبریک رو توی اینستاگرام رسمی جماران آی آر گذاشته بودن، که بسیار براشون جنجال آفرین شد و هنوز هم در واقع بازخوردها و کامنت های مردم بر مورد این گافشون ادامه داره. این بود نمای کوچیکی از آنچه که در فضای مجازی میگذره و ما باز هم در برنامه‌های آتی این قسمت رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. بله، با تشکر از ساله.